سال گذشته، سال 97، سالی بود که همه چیزهای اقتصادی تقریبا آشفته شده بود، در هم بر هم ریخته بود و تحریم ها به اوج خودش رسیده بود و اقدامات آمریکا و متحدانش در مورد مسائل اقتصادی ایران هم به اوجش رسیده بود. کمیته های مخصوص جنگ اقتصادی با اقتصاد ایران هم شدت گرفته بود و همه اینها موجب شده بود که مسئله صادرات و به خاطر تفاوت ارزی که وجود داشت در کشور حالتهای مختلفی به خودش بگیره. صادرات قانونی و غیر قانونی در کشور شدت داشته و بزرگترین کشورهایی که از ایران واردات داشتن چین و عراق بودن. اما ما پارسال، سال گذشته، بارها در برنامه‌های مختلف اشاره کرده بودیم که پتانسیل صادراتی ایران بسیار بالاست، حتی به کشورهای همسایه‌مون که حدود 15 کشور حساب میشن و اونها پتانسیل بالایی دارن برای واردات کالا از ایران و ایران هم پتانسیل بالایی داره برای صادرات کالا به این کشورها. سال که آغاز شد دیدیم که پس از چند روز خبر خوش این بود که صادرات گوجه فرنگی آزاد شده و برای کشکاران خبر خوبی بوده و برای کسانی که در امر صادرات فعالیت میکنن هم خبر خوبی بوده. اما بلافاصله پس از یکی دو روز مجدداً صادرات پیاز و سیب زمینی ممنوع شد. هر دوی این کارها موجب میشه که کسانی که در زمینه صادرات دارن فعالیت میکنن تا اندازه دچار احتیاط بشن و دست به ریسک نذارن که لازمه هر کار اقتصادی است. به همین منظور ما امسال سعی میکنیم در برنامه های متعدد با حضور آقای دکتر علیرضا شیر محمدی، کارشناس در امور صادرات و کارشناس در امور جذب سرمایه خارجی و همینطور عضو شورای سیاستگذاری روزنامه آسیا، برنامه هایی داشته باشیم و در این مورد که ایشون کاملا مطالعات وسیعی دارن و تخصصشون تو این کارا هست از دانششون استفاده بکنیم و اطلاعات ایشون رو در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم. آقای دکتر شیر محمدی، سال 98 بالاخره آغاز شده و ما منتظریم که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم که صادرات برای مردم ما که برای اقتصاد هم یه چیز حیاتی هست سر و سامان پیدا بکنیم. به نام خدا منم تبریک عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ببینید، در مورد مسئله ای که ابتدا فرمودید، در مورد ممنوعیت صادرات، میشه گفتش این ممنوعیت صادرات در حقیقت زیان داره برای کشور ما. چرا؟ چون یک بازاری وجود داره، یک ظرفیتی وجود داره و ما میتونیم از این بازار و از این ظرفیت پولسازی بکنیم برای کشورمون، ولی دولت میاد این رو ممنوع میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ دلیل اصلی این اتفاق این هستش که ما اطلاعات صحیحی از بازار نداریم، یعنی نمیدونیم میزان مصرف پیاز و گوجه فرنگی در داخل کشور در سال چقدر هستش، در کشورهای همسایه ما چقدر هستش و اصولا ما باید چقدر تولید بکنیم. این دلیل اصلی برای این موضوع هستش که میاییم به یک بار صادرات رو ممنوع میکنیم. حالا این زیان دیگه‌ای که برای ما داره این هستش، ببینید، حوزه صادرات حوزه‌ای نیستش که من امروز تصمیم بگیرم گوجه فرنگی صادر کنم و فردا صبح صادر بکنم. طبیعتاً تعهد فروش این محصول ممکنه یک ماه پیش یا دو ماه پیش توسط صادرکننده به خریداران در خارج از کشور داده شده. به یک باره زمانی که ما ممنوع میکنیم، این در حقیقت ما در کشورهای منطقه و در بازارهای هدف به عنوان یک فروشنده بدقول و بد حساب مطرح میشیم. همین عوامل آقای دکتر شیر محمدی موجب میشه که ما تردید بکنیم که بشود به صادرات سر و سامان داد. ولی میبینیم که شما دارید خیلی فعالیت میکنید در این زمینه که با مطالب مختلف، مقالات مختلف، سخنرانی‌های مختلف دارین کار می‌کنین روی اینکه صادرات سر و سامان پیدا بکنه. پیدا میشه یا؟ بله، ببینید، تجربه ما این رو نشون میده که بله، این امکان پذیر هست. من خاطرم هست در سال 93 ما صادرات یکی از محصولات شیمیایی که در چاهای نفت مورد استفاده قرار می‌گرفت رو به یکی از همسایگانمون شروع کردیم و بعد از اینکه اولین محموله صادر شد و کیفیت رو ملاحظه کردن، به ما گفتن که ما این محصول رو نزدیک به 20 سال هست از کشور فرانسه داریم وارد می‌کنیم با دو برابر اون قیمتی که شما دارید به ما میدید. ببینید،
این ظرفیت وجود داره. ما یه چالش بزرگ در حوزه صادرات داریم، این هستش که ما نتونستیم خودمون رو خوب معرفی بکنیم. ما باید این چالش رو حل بکنیم و تصمیم بر این داریم که در سال جاری بتونیم انشالله با روزنامه آسیا راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم. ببینید، ما شاهد سخنرانی‌های زیادی توی کشور هستیم که میان ظرفیت‌ها رو عنوان می‌کنن اما راهکار ارائه نمیدن. ما باید راهکار ارائه بدیم و مهمترین چالش ما معرفی هست، هم در حوزه صادرات و هم در حوزه جذب سرمایه خارجی. اگر ما بتونیم با الگوی صحیح خودمون رو معرفی بکنیم، در بسیاری از موارد دیدیم که خارجی ها میان خودشون مسائل نقل و انتقال مالی رو حل میکنن و محصول رو میخرن میبرن. سالهای سال بودی که روزنامه اقتصادی آسیا این تصمیم رو داشته که کاری بکنه، کمک بکنه به صادر کنندگان و یا یک کانالی باز بکنه که امر صادرات رو بهش سر و سامان بده، اما از عهده ما خارجه. من فکر میکنم که به تنهایی یک رسانه نمیتونه این کار بکنه. شما فکر میکنید که من برای رسانه ها نقش بسیار پررنگی رو در حوزه صادرات میدونم. بله. ببینید، ما چالشمون چالش معرفیه. خب معرفی یکی از بزرگترین مسئولیت‌های رسانه‌ها توی کشور هستن. بله. ببینید، من رسانه‌های خارجی رو می‌بینم که یکی از وظایف بزرگشون این هستش که میان اطلاعات بازارهای هدف رو در اختیار مخاطبین خودشون قرار میدن. بله، این اطلاعات هزینه داره، یعنی جمع‌آوری این اطلاعات هزینه داره. بسیاری از رسانه‌های منطقه با اخذ هزینه بسیار کم دارن این اطلاعات رو در اختیار تولیدکنندگان ما قرار میدن. داریم مثلا در کشور آذربایجان ما رسانه‌ای رو داریم که داره این اطلاعات رو تولید می‌کنه در اختیار مخاطبین قرار میده و داره پولسازی میکنه. یعنی اطلاعات چی؟ اطلاعات بازار رو، اطلاعات بازار رو، بازار. اطلاعات بازارهای یعنی هدف رو. دقیقاً. و این کار باید توسط رسانه ها صورت بگیره. من فکر میکنم رسانه ها باید از اون حالت خبر رسانی صرف خارج بشن و بیان الگوی صحیح اطلاع رسانی رو با این شیوه در حوزه صادرات و جذب سرمایه خارجی به عهده بگیرن. من اعتقادم و این هستش که این باید توسط رسانه ها صورت بگیره. ببینید، امروز اگر ما به سایت وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه بکنیم، در بخش مثلا دفتر توانمندی ها دفاتر مختلفی در اونجا هست، در وبسایتشون مراجعه بکنیم، خالی از اطلاعاته. خب ما چه کردیم که منتظر نتیجه هستیم؟ یعنی واقعا در حوزه صادرات چقدر خودمون رو معرفی کردیم؟ ما احساس میکنیم که فقط سنگ صادرات ماست. نه، همون محصول کوچیکی که در یک کارخونه کوچیکی داره تولید میشه، نه، همون هم یک منبع صادراتی هست، همون کاری که کشورهای دیگه دارن انجام میدن. ما باید یه مقدار وسیع‌تر فکر کنیم. از طرف خدمتتون خوب شما اشاره کردین به این موضوع که قرار امسال ما این کارو بکنیم با همکاری روزنامه اقتصادی آسیا و ما اعلام آمادگی میکنیم. روزنامه آسیا امسال در واقع چندگانه شده، هم به صورت تصویری، هم به صورت برای دنیای مجازی اینترنتی، همه زمینه‌ها داره فعال میشه و ارتباطاتش هم با وابسته‌های بازرگانی همه کشورها بالا بوده ولی امسال بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم که با در سال جدید بتوانیم با همکاری های دکتر شیر محمدی و با همکاری کارشناسان دیگر در این امور مسئله صادرات رو که میتونه حیاتی باشه برای اقتصاد بخش خصوصی ایران، اصلا کلن اقتصاد ایران، به اون یک نوع کمکی بکنیم که سر و سامان پیدا بکنه. خبرهای خوبی برای شما داریم در این مورد، اقداماتی که با آقای دکتر شیر محمدی انجام دادیم در ماها و هفته های آخر سال گذشته و در همین روزهای تعطیلات هم ایشون فعالیت های زیادی در این زمینه کردن و مطالعات عمیقی برای بازارهای همسایه ها و همینطور بازارهای جهان به عمل آوردن که میتونه در امر صادرات برای تولید کنندگان کالا در ایران خبرهای خوبی باشه. ما در برنامه های آینده به این موضوع بیشتر و بیشتر خواهیم پرداخت.